تمام درختان باغ دماوند بار دادند جز درخت گلابی، درخت تناز و خودنمای گلابی. و این حقیقت رسوا کننده را باغبان پیر سمج هر روز اول صبح به گوش من میرساند. چشم را که باز می کنم پشت پنجره اتاقم منتظر ایستاده و نمی فهمد که سرنوشت مخموم گیاهان ابله و خوشی و ناخوشی سبز و علف و علوفه ربطی به من ندارد، به من نویسنده و فیلسوف و شاعر، و متوجه نیست که حواس من جای دیگر است، جایی ماورای اتفاقهای کوچک زمینی و حادثه های حقیر روزمره. آقا جان باید امسال بالاخره این کتاب تلس شده لعنتی را تمام کنم. هیچ عذر و بهانه‌ای ندارم. در این باغ دور افتاده نه آدمی هست که وقتم را با پرحرفی و بحث و مناظره و البته مصاحبه تلف کند، نه برو بیایی، نه زن و بچه‌ای، هیچ چیز جز وقت فراوان و آفتاب تابان و سکوت آرامش، یعنی تمام امکانات مفید برای ابداع و آفرینش، همه چیز جز این آقای باغبان. چیه؟ باید به او بفهمانم که ارباب محترم برای انجام کاری مهم و حیاتی به این خراب شده آمده و نوشتن اثر جاودانش برای خود و خانواده و شهر و سرزمینش و ای بسا دنیا اهمیت و ارزش بسیار دارد. عرضی دربارو درخت کلابی داشتم. همه چیز رو به راست، سه جور عینک، هر یک با دیدی خاص برای انواع بینش ها، مداد، قلم و همه نوع وسایل تحریر. وقتی شروع به نوشتن کنم دیگر بر نخواهم خواست. یک ضرب 50 صفحه خواهم نوشت. درباره چی؟ پرسش خوبیست. جوابم ندارد چون هنوز نمیدانم چطور بگویم. آقا جان ببخشید، حالتون خوبه؟ خیلی ببخشید بیزحمت بیاد یه نگاهی به این درخت گلابی بندازید. با خودم حساب میکنم که اگر ساعتی 1 صفحه بنویسم و روزی 10 ساعت کار کنم میشود روزی 10 صفحه، هفته 70 صفحه. حسابش آسان است. اگر مثل آدم کار کنم تا اول زمستان نزدیک به 1000 صفحه نوشتم. 2 جلد مقوایی زرکوب آماده دارم. اگر با حروف درست چاپش کنند میشود 4 جلد. آقا جان سلام علیکم. پدر جان سلام علیکم. پدر جان جناب مشحسن، جناب مشحسن به من مربوط نیست. گور پدر هرچی درخت گلابی و هرچی نبات و گیاهه بلن کنده. نه، نباید کنترل اعصابم را از دست بدهم.
عصبانیت کارم را عقب میاندازد. کدام کار؟ نوشتن؟ معلومه، تند و مداوم و راحت و آسون نوشتن، مثل نفس کشیدن، مثل نگاه کردن، مثل وجود داشتن. آقا جان بیا آقا جان، ولم کن مشتی، مگه نمیدارم کار میکنم؟ ولم کن دیگه. کار کاری که عشق و حرفه و دلیل بودن، حتی نبودن و مایه شهرت و سرمایه زندگیم بوده، حالا تبدیل به نوعی جان کندن شده. نمیخوام بنویسم، نمیتونم بنویسم، نمیدونم درباره چی میخوام بنویسم. به 4 روزنامه قول 8 مقاله دادم، 2 سفر علمی فرهنگی و 3-4 مصاحبه ادبی هنری در پیش دارم، پس چرا نمینویسم؟ این درخت گیلاس، ترگل بر گل، پر از رنگ و بو و جوانی، به خصوص جوانی، همچنان سر جایش ایستاده. لجن میگیرد. حسادت میکنم. شاید چیزی موزیانه در اشوگری زنانه و دل رو بایش هست که کلافم میکند. سلام علیکم آقا جان. آقا جان ارباب جان سلام علیکم. این ملال آرام، این تنبلی، این میل به ابطال و فراموشی از کجا آمده؟ خواب و خیالهای شیرین، آرزوهای بزرگ بشر دوستانه، تعهدهای سیاسی، اجتماعی، توهمهای فریبنده درباره خودم و دیگران، همه در جانم فروکش کرده و آن اعتیاد مزمن به فلسفه و فرضیه و هنر که خوراک لذیذ ذهنم بود از یادم رفته است. آقا جان هنوز اینجا؟ چرا نمیرن؟ از جون من چی میخوان؟ نمیذاره یه دقیقه کار کنیم. آسمان، آن سمت کله توهی و فکرهای کوتاه من، وسیع و گشود و روشن است. آقا جان پیر مردها منتظرند. درخت گلابی بار نداده و این حادثه در ارتباط با خاک و زمین و آب است و کاری به شعر و فلسفه و عالم غیب و جبروت ندارد. کاری دارید بابا؟ سلام علیکم آقا. میبخشید روی ما سیاه، غرض از مزاحمت این بود که سلامی خدمت شما بکنیم. شما حالتون خوبه؟ بله. خانم والده، جناب عبدی، مرحوم عبدی،
خدا رحمت شان کنه آقا، خدا رحمت شان کنه. این درخت ناجوانمرد گلابی سر خوز افتاده، امسال بار نداده که نداده. این درخت، حوصله ندارم به همه حرفاش گوش کنم. درخت گلابی امسال بار نداد و باغبان این سکوت شرم‌آور درخت را توهینی نابخشودنی به ریش سفید خود میداند. گفتم شاید این درخت رو چه سرن چیز خوریش کردن، شاید اون دیبالایی ها باغ رو تلس کردن، جادو جنبری در کار لابد. پس این درخته دیگه چطور همه سالمن، همه یکی فقط خبه کنه مرد گرفته. نمیفهمه که چرا بار نداده و این نفهمیدن آزارش میده. یه عمر با گل و گیاه سر و کار داشته، حکمت روشن گیاه ها رو میشناسه و با قهر و ناز و اطوارشون آشناست. کاری نبود که برای این درخت، برای این توفیه نتاز نکرده بودم، آبش دادم، چقدم آبش دادم، کلبه سرها خودم بهش آب دادم، خودم حرس میکردم شاخهاشو، کودش دادم، کود اعلای انسانی، کلی باش حرف زدم، آقا ناز نوازش کردم، قربون صدقه رفتم، نوکردم ساکردم بهش گفتم، فایده نکرد. خودم زدم بیرون را که اصلا مهم نیست، بی خیالش، علکی خندیدم، ناش این کت خدا شاهد. بله بله آقا جان. فایده نکرد که نکرد. که از کوره در رفتم، افتدم به جونش، توپ اون بود یا بی آبرو. آقا چند تا لگت من دوزدنم بهش، اما فایده نکرد که نکرد. آقا دیگه من درمونده شدم، وار نمیدونم دردی بی درمونش چی. لابد خیال میکنه من میدونم، من نه تنها مالک باغم بلکه مردی فاضل و دانشمندم و باید از چون و چرای همه اتفاقهای عالم آگاه باشم. شکوفه نداده؟ نه آقا یه دونم نداده. و شاید بیمار آفت بهش زده. نه آقا جان، ما درد بلای این درختان رو میشناسیم، این هیچ چیز نیست. و شاید پیر شده دیگه جون نداره. آقا جان این درخت حالا 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 باید بار بده مثل همه اونای دیگه. بله آقا، همه درخت ها گاهی نمجوری میشن، نمیشه که همجوری برشون کرد. پدر جان، آقا جان بریم فردا بیاین، من کار مهمتری دارم. ارباب حالیشان نیست آقا جان. ارباب جان سرنوشت این باغ دست شماست، بله حکم شما باید داده کنید. حکم؟ بله آقا جان، مراسمی هست که حتما شما باید تشریف داشته باشید. پس باشه برای بعد هفته آینده. میبخشید آقا جان، درخت های دیگه هم یاد میگیرن ها، این گیاه ها همه از هم تقلید میکنن، اون وقت بد میشه بابا. ما میگیم که آقا این درخت گلابی باید گوشمالی داد. خاطرتون هست آقا جان که شما چقدر به این درخت گلابی علاقه داشتید، بارها خودتون به من فرمودید که باغ دماوند بدون این درخت گلابی لطف و صفایی نداره. یادم نمیاد من این مزخرفات رو گفتم. خلعت و انعام دادن خود شما آقا جان، شما هم که ماشاءالله ماشاءالله مردی شده بودون، تابستان آخر یادتون هست زیر همین درخت گلابی به بنده فرمودید که آب و کودش یادت نره، یادتون هست آقا؟ من گفتم شما آقا جان به این درخت ها همیشه علاقه داشتید. خاطرم هست یه روز شما و مینچه خانوم و اولاغ لحداش تا دم قنات بالا بود. این باغ آقا جون از دینا مرئی به کنج کنار خاموش قلبم تلنگار میزند، خاطراهای مخشوش ته سرم میچرخند. کجا بود؟
یادتون هست آقا جان عصرا چه شلوغ و فلوغی میکردین؟ باقالی پخته میخوردین، با سرکه حلال بود میدادین. من میومدم میگفتم آقا جان نرو بالای درخت گلابی، مرسی شما قبول نمیکردی بابا. من میرفتم وسط میچیندم میآوردم، لج میکردیم، گفتیم نمیخوام نمیخوام نمیخوام. آبشو میخوام ببینم. من این کت خدا را میشناسم. یه دفعه خانم جان و بهترین سالهای کودکیم با خاطرهای اون آمیخته است. اون زمان کت خدا نبود، این شکلی هم نبود. گذر سالها کس دیگری از او ساخته است و از من. شما بچه ها رو بر می داشتی، می رفتی دور باغ، می دویدین، بازی می کردین. این باغ آقا جان کی اینجور بود؟ از غیبت دهاتی و اندام جنگلیش اثری نمانده. بچه که بودم ازش حساب می بردم. صدای دورگه و ترسناکش سگهای بیابان رو به او می انداخت. باغبان باغ دماوند و فرمان روای مطلق تمام درختان ده. اون وقت می رفتی بالای درخت می افتادی پایین، این مشت حسین بیچاره. این نگاه با من آشناست. این چشم ها از انتهای قدیم به من نگاه می کنند، از دیروزهای کودکی. این چشم ها لبریز از تهمانده خاطره های گذشتند. چی میکنی؟ نکن دستش نزن. مگه نمیدی چه تار ماهی بسته؟ چی؟ اینها این تو نگاه کن. من که چیزی نمیدونم که. برای اینکه کوری کری خنگی از خود راضی هستی. دوازده سال دارم و 12,000 بار بیش از وسعت قلب و روح کوچکم. عاشقم، گیجم، خوابم، خشکم، دست و پا چلفتی و مخشوش و مبهوتم. خودم نیستم، خود همیشگیم. چه بهتر. الکی میخندم، از آن خنده های شل و بیمایی و خونگی که دل آدم بزرگها را آشوب میکند. زشت و دراز و لغلقیم، با وجود پاهایم که به طور ترسناکی یک مرتبه روش کرده و با وجود بی نهایت اختشاش حسی و فکری و دلهره‌های مبهم، خوشبخت خوشبختم.
دو تصمیم بزرگ گرفتم. میخواهم نویسنده شوم، شاید هم شاعر، و دیگران که قسم خوردم به میم، به عشق بزرگ و ابدیم وفادار بمانم، لاغر تا زمانی که زنده هستم. آرزویم این است که زمان آنقدر لفت نمی داد، آنقدر کند و فسفسی نبود و زودتر 20 سالم می شد یا 30 یا 40، سن مردان جا افتاده مهم و معتبر. چه احمق بودم. و امروز کاش زمان آنقدر شتاب زده و عجور نبود، کاش یک آن فرصت می داد. کاش دوباره 12 سالم بود و باغ دماوند را با همه آدمهایش، آدمهای مردهش، از نو کشف می کردم. کاش از آن کاشهای محال فقط یک بار دیگر کنار می نشستم و بوی کفشهای کتونیش دوباره به دماغم می خورد. تو تا در نشید داداش. نه کافیم. قربونت دایی. دایی جان چرا ماشو بزنم؟ حضوری موقوف ماهی همه تونو میزنم. دایی سم بزن ببینیم. اسپی گرفته. این ماشو نزنم ماشو میزنم. برو پسر جون نگاه نکن. چیه؟ چرا اینجا بایستدی؟ خوشخنده. خوشگل شدم؟ بچه های فامیل از من فاصله گرفتن و پشت سرم صفه می گذارن.
پدرک، من عاشق میمم و این میم که تلفظ کامل اسمش سرم را داغ میکند فقط دو سه سال از من بزرگتر است. آشنایه؟ پسر حاج کاظم آقا است. مثل این که خواستگاره. مین برای خودش کسی است. قاطی بزرگترها نشست و برخاست می‌کند و مادر چاق و احمقش مدام او را به خواستگارهای تحصیل کرده دکترها مهندسها نشان می‌دهد و من میدانم و قسم میخورم که میم زن هیچ کدامشان نخواهد شد. محال است. میدانم که هیچ مرد عاقل باشعوری او را به زنی نخواهد گرفت، چون بد اخلاق و از خود راضی و دیوانه است، چون مثل من فکر میکنه و مثل من شاعر و هنرمند و خیالاتی است و من از تماشایش سیر نمیشوم. چشمهایم تنها او را میبیند و خوابهایم پر از خیال اوست. بابا دست شما کشیم بیا 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 حالی با آه و ناله افتاد زمین مچاله. بیا این کتابا رو بخون. عمو جون از شهر آورده. زنده به گوش داده خدای عود. میم روزی یک کتاب میخواند و گاه شعر میگوید، گاه سیگار میکشد، به من هم میدهد. هزیون و تب خوب شد در اومد. بعدش چی گفت؟ میگفت اگه یه روز سواری بشه، اگه یه روز سواری اومد ز سبززاری، اومد ز سبززاری خسته خسته و پیر و داغون، خسته و پیر و داغون هراسون، یا عاشق پشیمون یا عاشق نه با چشمای با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج. آره با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج. بهش بگین کاکل زری، بهش بگین کاکل زری، دیر اومدی مرد پری، دیر اومدی دیر اومدی مرد مرد. ای مرچگان سیاه بالدار، ای گل ها، ای آسمان ها، ای زنبور ها، ای پروانه ها، ای کهکشان ها، ای عاشق ها، من شعرم رو به همه شما هدیه می کنم. احمق ها، ای کتاب رو کجای بری؟ بده من. گلدان بیچاره شعری برای می برای من نخونش. بده من. دست های مهتابیش را به چشمان خوابالودش می سایید، می سایید. نخونش. بده من. از شاخهای درختان طره های سیاه و بریده بریدهش را، طره های سیاه و بریده بریدهش را بگیم میریم بابا. بابا
اسم میمی را روی بدنم کف دستم می نویسم و وقتی آن را روی قلبم می گذارم از ترس و دلخوره قلبم حالش می رود. راسته که می خواهی هنر بشه تئاتر بشی؟ می ذاری بخونم. بگو راسته؟ آره. می خواهی بری خارج پلو پدره؟ آره. تو سوال می کنی؟ منم میام. آره. جدی میام. من نمایشنامه می نویسم، تو هم بازی کن. هر بار که صدا به گوش من میرسد نوری را نیز همراه آن میبینم. از داوری ناشایست در حق من به هراسید. وظیفه من یادآوری این نکته است. محمود آقا آقا محمود خدا برو به شهر باید رو ببینم. نامه پدرته؟ چی نوشته؟ خفه. چی میگه؟ باز میگه بری فرنگ پیشش؟ میگم خب شاید نری، شاید مادر خالهات نذارن. به اونا چه ربطی داره؟ هیچ که نمیده جور منو بگیره. من میرم. راستی همین چند روز پیش بود داشتن دعوا میکردن سر رفتن تو. یکی میگفتش که پاریس شهر شلوغیه، واسه تو خطر داره. یکی دیگه هم میگفتش که اصلا بابات آدم ناجوریه، کلش به قرمه سبزی میده، همش دنبال کارهای عوضی و سیاست بازی و چه میدونم از اینجور حرفاست. غلط کردن. خیلی آدم ماهیه، آدم حسابیه، کلش کار میکنه. اصلا نمیدونم به اینا چه ربطی داره. نگاهشون کن. دایای عزیز من. پاشید پاشید موقعی کبابی گنجشک. پاشید بیاد زود. عمو جون باد بزن که همش شکار امروز صبح. اصلا نمیدونم پدر باشوره من چه ربطی به اینا داشته. اصلا چرا مادر منو گرفته؟ راسته که دیگه نمیتونه برگرده؟ آره. پدرم یه آدمی که سر حرفش واستاده. آدم خاصیه. حرفش چیه؟ عقبی هم امروز حسابی کیفش کوکه. کی میخوای این بچه رو اینجور ببندی به درخت عمه خانوم؟ لوک جون آخه شما که نمیشناسینش، دلتو براش نزده، یه گوله آتیشه، هیچ تو میشم نمیشه. دایی جان آخه شما که نمیشناسینش. قول میدم حالا بازش کنی ببینی چی کار میکنه. دایی جون بچه رو باز کن. قول دادی دیگه. بازش کن. نه دو بچه یه بلاله رو دایی یه بلاله رو یکی بابا بچه اینجا بازی میگید میسونید الان. اه میم از عمو جان سرهنگ بیزار است و فکر و ذکرش
آوردن بلایی سر اوست. این عمو تریاکیست و صبح تا شب به منقلش میبردازد و لباس افسریش از گل میخ توی ایوان آویزان است. انگار این سایه قدیمی، این اباحت از یاد رفته، باید بالای سر خانواده باشد. خواهش میکنم بچه ها بدو این نهار بدو این وحشتناکترین دستور میم دزدیدن لباس افسری عمو جان است. چگونه نیمه شب وقتی همه خوابند؟ دستور دستور است و باید حتما اجرا کرد. شاعر یا نویسنده شوم و بو برده که عاشقش هستم. بعضی وقتا که بهش زیاد توجه میکنم یا وقتی 2000 دستور داده و همه را مثل غلامی مطیع اجرا کردم، لگدی میاندازد یا مشتی حواله صورتم میکنه. بیا بیرون بابا، خفه میگم بیا بیرون. آبستان گرمی است و آفتاب بعد از ظهر تا مغز استخوان‌ها فرو رفته. همه در خوابند، حتی میم. سکوت وسوسه انگیز خاصی روی باب افتاده. درخت ها بیدارند و من هن و هن نفس های پنهانیشان را میشنوم.
میم اگر بیدار شود و ببیند کنار او حتی چند متر دورتر خوابیدم، بد اخلاق و عصبانی می شود. هر وقت مثل کنه بهش می چسبم و دنبالش می روم، کنارم می زند و سرم داد می کشد. حوصله دادش را ندارم. آقا این چمدون آخر تابستان بود که می با بدجنسی مخصوص خودش بدون خداحافظی می رود و دفترچه شعرهای آبکی و خاطرات سری مرا هم می دزدد و با خود می برد و هیچ وقت به هم پس نمی دهد. دماوند یک مرتبه تبدیل به جای خالی و سرد شده و من مثل بچه های بیمار حال و حوصله بازی با پسرهای همسن و سال خود را ندارم. Oh, my God.
باشید، من میرم بیابونه بگردم. محمود آدم ها اون بالا چی کار میکنی؟ صبح تالا داریم دنبالت بگردیم، صدا بوده نشتفتی؟ محمود آقا داره شب بشه، بیا پایین. محمود آقا اوه بیا پایین میگم. محمود آقا بیا پایین. اوه مادر بیچاره داره دق میکنه، همه رو دل با بس کردی، بیا پایین. اگه به آقا بزرگ بگم آقا میدونی چه کتکی نوشی جان میکنی؟ الله اکبر. محمود آقا اگه بیای پایین آقا قول میدم چموشترین الاغ ده رو بیارم سوارش، همون که میمچه خانم سوار شد. آقا همین الان میاریش؟ آه شما بیا پایین، من هم میرم الاغ رو میارم. آقا باشه مواظب باش نیفتی بابا، من الان میارم. درخت پیداش کردم. شجالا پس اولاقو میارم پایم که به زمین میرسد میفهمم که کلاه بزرگی به سرم رفته و این کلاه مثل سایه غمگین سرنوشت از آن پس رد پایم را تعقیب میکنه. خیلی خوش اومدید. مامان مادرش در شهر به دیدن ما میآیند. یادداشت‌های مرا اعترافات عاشقانه‌ام را خوانده. مطمئنم مریضم، خوابیدم و شرم و قصه و تب توی بدن لاغرم میچرخد. سلام عمه جون، نبینم ات اینجوری پسر گلم، حالت چطوره؟ نه بابا تبی نداره دیگه، بعد از این همه دوای یه ذره بهتر شد. خب الهی شکر، استراحت کن. یه بسته گفته بودم براتون گذاشتم. خبر ندارم که این آخرین باریست که او را میبینم. کف دستایم میسوزد و به نظرم میرسد که اسم او را روی تمام بدنم خالکوبی کردن. چطوری؟ نمیری یه وقت؟ رسیم بیا دفترچه. راستی داری میری پلنگ؟ دوام هوا چی میخوری؟ میدانم عازم سفر است، پس تابستانی در کار نخواهد بود. نباید گریه کنم، هرگز. هر جا تو بری دنبالت میام، تا اون سر دنیا باید منتظرم باشی. فقط 5 سال، هر روز واسه نامه می‌نویسم، هر روز گریه توی دهانم است، توی دماغم، پشت پلکایم.
مذهب دارم و به نظرم میرسد که همه چیز واقع دماوند و میم را خواب دیدم و بعد مثل همیشه به رسم یک جور دوستی و نشانه عشق عشق را من پیش خودم فرض کردم مشتی حواله صورتم میکند. گریه نکن حالا مگه چی شده؟ اه خب تو هم بعدن میای. گریه نکن. پیش از رفتن، پیش از برای همیشه ناپدید شدن، اشکهایم را پاک میکند و من حس میکنم که این کار دوری میآورد و دلم سخت میگیرد. خب خدافظ دوست کوچولو، منتظرت میمونم، حتما بیا. دریای سیاه و دلهره‌انگیز پیش چشمانم پدیدار می شود. شاید مردم. حس می کنم که تنم تکه پاره شده و اعضای بدنم جدا از هم شناورند. تنها چشمانم است که هنوز تماس انگشتان میم را به یاد دارد. کجا هستم؟ کجا بودم؟ آه درخت گلابی، باید تنبیش کرد. خوب بکنید. خواه آقا جان، شما باید حرف اول در گوش درخت بزنید. تشید دارد باقا. مشکر الله. ها قربانت برم. مشکر سن گهنه آقا، من از شلوغی شهر و پرغردی آدم ها فرار کردم، اومدم اینجا کار بکنم. کار کار کار. حرفه منم اگه اطلاع ندارید نویسندگیست. نگاه کنید ببینید. شهربنده ایم آقا. آقا جون نمیشه که درخت همینجور به حال خودش گذاری. پدر جان مرد حسابی، بده این درخت بی خاصیت از ریشه در بیان و قال قضیه رو بکن. این درخت قهر کرده آقا. غلط کرده. بلم کنین برین. این گونه است که وقت می‌گذرد که بعد از 5 سال، در حقیقت 6 سال و 2 ماه، هنوز یک فصل از کتابم را تمام نکردم. اگر هم 40 صفحه‌ای نوشتم، از سر سیری و تکرار حرفهای گذشتم بوده. دزدی از روی آثار خودم و از روی آثار دیگران. آقا جان بفرمید بیرون، تشریف برید تو باغ. مراسمی هست که شما باز حتما در اون شرکت داشته میشید. کجاست؟ من از همینجا نگاه میکنم. شما نه قربان، تای باغه. بفرمید. بفرمید آقا جان. بفرمید. سلام تنش سالمه، زنده است، هیچ عیب و ایرادی هم نداره.
اما نمیدونم چرا بار نمیدونم. لج کرد آقا، بعضی درخت ها شرورن، جن میره روحشون. ای درخت، تو خودت میدونی من تو رو تو این باغ بیشتر از تمام درخت ها دوست دارم. تو خودت میدونی که من تو رو مثل پسر خودم دوست دارم. خدا شاهده، هر چی که میخواستی براش انجام دادم. اون وقت این درخت آبروی من پیر مرد به باد داد. ای توف به اون رود بیار. آقا ما همه شرمنده ایم از این درخت. بله بله، درخت بیاسل مثل دندون کرم خورده میمونه، باید از ریشه کندش. بله 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 بله. سب کنین، عجله نکنین، شاید حکمتی چه کارش باشه. شما چه میدونین آخه بابا؟ قد خدا چه حکمتی؟ این درخت باید قطع بشه. قد خدا این درخت باید ادب بشه. برو آقا قطع. بله آقا، باید کلکش کنده بشه. بابا سب کن، سب کنه، پول بشیرم که قطع کنه. برو آقا، برو قطع. تو سب کن، من میخوام با این درخت دوت کلمه حرف بزنم. حرف بزنیم؟ بله. بفرما، این شما، اینم درخت. اجازه میدید آقا؟ بفرما. بفرما. ای درخت، من ندونم تو این سال چرا بار ندادی. برگات چه سبزه، تنت هم که ماشالله هزار ماشالله چاق و چله است، روحت هم که سلامته. درخت لج نکن بابا، اگه لج کنی درخت های دیگه هم یاد میگیرن، اون وقت بد میشه ها. من اصلا نمیدونم با تو چه کنم. هرچی ارباب بگه، هرچی ارباب بگه. آقا میفرمایید ما چیکار کنیم؟ چیکار کنید؟ ببرید و خلاصش کنید تا خیال همه راحت شه. نه آقا، درخت مثل آدمیزاد جون داره، احساس داره، برکت داره. ببین آقا، من پیرمرد این ریشم از ترس این درخت پیش شما گرو میذارم. این درخت سال دیگه بار بده، گلابیای درشت درشت آبدار بده. از همه این درختان بزنه جلو، از همیشه گلابی آبدار. قطعش کن، کلک بکن بریم بابا. آره آقا قطعش کن. علی نردن، قطعش کن، کلک بکن بریم. قطعش کنم، نه اینه ایالک منه. ببین، خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. بله بله، کتلا درست میگی، قول میگی؟ بله بله، قول میده مشتی. هر کاری یه وقتی داره، یه وقت بار میدی، یه وقت بار نمیدی، یه وقت خوابی، یه وقت بیداری، یه وقت زنده، یه وقت مرده. طبیعت از ما بیشتر سرش میشه مشتی. بله بله بله، کتلا درست. من رسادت میکنم. بله خانم، شفاعت شفاعت. خب پس یک صلوات بزن. الله اکبر. الله اکبر. این بار نده من میدونم، تو این من میدونم، این حد بار میده که تو خجالت بشی که بار. خب خودمونیم، منظورت از این لجبازی و سکوت چیه؟ مریضی؟ دلت میخواد درد سر درست کنی؟ روز من رو که خراب کردی. اقلا باید تا حالا 40 صفحه نوشته باشم. وقت تلاست و مرگ پشت در کمین کرده است. اصلا اگه ننویسم چی؟ اگه ول کنم پشت به زمین رو زمان کنم، هیچ کار نکنم چی؟ کی منو محکوم به نوشتن کرده؟ چه اجباری دارم؟ به کی بده کارم؟ اول از همه به خودم، خود متکثر منتشر بزرگم که نیازمند به جلوه‌گری و نمایش است، و بعد به اینایی که دست از سرم بر نمی‌دارن و منتظر آخرین اثر ادبیم هستن. این کتاب جدیدتون پس کی تموم میشه؟ به زودی. استاد خیلی ببخشید، میتونید بگید عنوانش چیه؟ نمیدونم. عذر میخوام استاد، درباره چیه؟ استاد ببخشید، پس چرا این همه سال طول کشید؟ دلم میخواد راستشو بگم اما جرأت نمیکنم.
چجور بگم که بعد از این همه سال، این همه حرف و وعد و وعید و هزار پوز علکی و ادعا، حاصل زور زدنهای ادبی، فلسفی، اجتماعی هم هیچ بوده که دیگر نه حرفی برای گفتن دارم و نه میلی هم برای شنیدن. احساس تأسف یا ندامت هم نمی کنم. اگر به حال خود باشم خوشم، اما دیگران رضایت نمی دهند. از من انتظار ابداع و آفرینش و تحرک و تعهد دارند و با خطکش قضاوتشان به پایم می کوبند و گاه به کله هم. من موجود حقیر سر و پا تقصیر، هر که بودم، هر عنوانی که میخواید روم بذارید، ادیب، فیلسوف، مبارز، عارف، حرفامو زدم. ده ها کتاب نوشتم و صدها مقاله، و امروز که اسمم بر سر زبان هاست، برعکس کفگیرم به ته دیگ خورد و به آنچه گفته بودم دیگه چندان اعتقادی ندارم. به دلیلی مجهول، خوب یا بد، اعتیاد به انبای شدنها و بودنها را هم از دست دادم. شاید از درون بیمارم، شاید بیماری خارج از منه، نمیدونم چجوری به شما بگم، به شما روحهای ساده جوان که با عشق و صداقت به دنبال یه حرف راستین و مطلق هستیم. نمیدونم استاد، به نظر شما قلب زدگی بدتره یا سر زدگی؟ عقل زدگی یا جهل زدگی؟ تو کتاب اولتون از عشق صحبت کردی، از عشق ابدی و از اصالت حس و هنر و تخیل. تو کتابای بعدی از زیربنای اقتصادی و حقانیت تاریخ و آزادی انسان و حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کردید. اون وقت میگید اعتقادی ندارم؟ بعدش هم یه مدتی خاموش شدید و میگفتن دچار بیماری اعصاب شدی. حتی شایعه شد شما رو گرفتن و دو سال تو زندان شاه بودید. بعدم که دوباره سر کلتون پیدا شد ما فهمیدیم که شما رو به عرفان و اشراق و عقاید مذهبی آوردید. نوعی پیچیدگی تو گفتارتون پیدا شده. بلم کنید، برین کنار. فکر میکنم فراموشش کرده بودم. قرار بود برگرده. نامه هایش از آن سوی مرزها میامد. هنرپیشگی را ول کرده بود. تاریخ و ادبیات میخواند. منتظر من است. مگه قرار نبود بیای؟ دروغگو. مگه قرار نبود برام نمایش نامه بنویسی آقای شاعر؟ فراموش کردی؟ درباره چه بنویسم؟ درباره عشقی که تمام شده؟ آرمان‌های عوام‌فریب سیاسی، رفقا، حزبی متلاشی، قلابی و کلاهی که سرم رفته بود؟ در جامعه بی طبقه آینده، پس از تحقق رسالت تاریخی طبقه کارگر، انسان به آرزوی دیرینش میرسه و از قید معاش آزاد میشه. اون دیگه مجبور نیست روزی 8 ساعت کار کنه. 1 ساعت یا 2 ساعت کار کافیه. بقیه رو میتونه به لیژر بگذرونه، به هنر بپردازه، شعر بگه، ساز بزنه. تا رسیدن به این جامعه آرمانی راه زیادی باقی نمون. اولین کتابی را که نوشتم مجموعه اشعار عاشقانه است. تقدیم به میم. سلام، از این مجموعه اشعار عاشقانتون میخواستم. خواندن نامم قلبم را به تپش میاندازد.
هنوز عاشقم و این عشق و این تب و تاب به راهی تازه کشیده شده و گرد معشوقی انسانی جهانی حقیقی در می گردد. میمه ابدی، میمه گم شده در قالبی بزرگتر. عشق میم در جان من تبدیل به خشم و نفرت نسبت به طبقه حاکم و انگلیس ها شده. نامه های میم بدون جواب مانده، مهم نیست. میم جزی از مرام سیاسی و حزب شده، هر دستوری میدهند اجرا میکنند. اینو ببر آبادان، کتاب فروشی حقایق آقای آرش. هرچی میشنوم باور میکنم. وضع خوبی ندارم، بی پولم، گرسنه‌ام، بیمارم. میدانم که به دنبالم هستن ولی حالیم نیست. عاشقم، مسحور و تسخیر شدم. بهترین سالهای زندگی من است. امروز به خلیت خودم میخندم، اما آن زمان قلب و روحم در اختیار ایمان سیاسیم بود و زندگی با تمام شور و شوقش درک‌هایم می‌دوید. اگر به نامه‌های میم جواب داده بودم همه چیز عوض می‌شد. می‌خواستم اول همه کارهایم را بکنم بعد به سراغ او بروم. میخواستم اول دنیا را عوض کنم، کتابهایم را بنویسم، اسم و رسم به هم بزنم، برنده شوم. استاد عزیز، زندگی شما سراسر خطاب و توهم و سرخوردگیه. کی قراره بیدار شین؟ ما که دیگه متاسفانه اعتقادی به نوشته ها و گفته های شما نداریم. بالاخره نگفتین این کتاب آخرتون چند صفحه است؟ چند جلده؟ و بعید نیست این کتاب آخرتون پر از فرضیه پادر هوا باشه. کتاب آخر؟ از اونجا که خالی و نوشته نشده، درست‌ترین و کامل‌ترین کتاب من. فردا صبح برمی گردم. بالاتر، اون بالا بالا بالایی چه جناب سرنگ؟ نه شاقهاش نازو که من میافتم. خفه خفه، بالاترین گلابی. میم در نامهش نوشته که منتظر من است. نامهش عاشقانه است. خوابهایم برای تو چه فرقی دارد؟ میم از سیاست بیزار است.
و حوادث تاریخی به او مربوط نیست. میترسی ساختگی باشند، میترسی آثار بلند باران باشند. با این حال برایت میگویم خوابهایم پر از شکوفه های آلبالو، گیلاس، سیب، گلابی و آواز قناری است. بعضی وقتا هم ساقه های طلایی گندم که معلوم نیست چطور پر میکشند و از روی رودخانه میگذرند و به خوابهایم میگویم. بعد فقط یک کلبه میبینم پر از گرمای فراموشی، پر از درک اکنون. این همه لحظه های رنگارنگ، این همه زمزمه های شیرین و مهدوی، من کجا هستم؟ کی به زندگی بخاری تو میرسم؟ وقتی تابستان میگویم دست بر پیشانی تب میگذارم و مدام مثل ذکر و دعا زمزمه میکنم. من پاییز را دوست ندارم، من پاییز را دوست ندارم. و چرا همه اصرار دارند که این فصل باروری شعر است؟ من گرمای درخت گردو را به برگ های زرد فرو افتاده نمی فروشم. من مال فصل انگورم و رفته رفته می سوزم. اما شعله هایم همه سرد می شود و هر سرد یک لبخند طولانی است. رفقای دیروز با من غریبه شدند. درهایشان رو به رویم میبندند. دنیایی از حباب ساخته بودند که با تلنگری از هم پاشید. چه خیالهای خام و شعارهای شیرینی. چهار نفر بودیم در یک سلول کوچک دو سال مانده به انقلاب. گریه نکن. میگفتن هر چهار نفر ما را اعدام خواهند کرد. یکی از هم سلولی ها میم را میشناخت. قوم خیش بودند. خبر تصادف ماشین در فرانسه و مرگ میم را از او شنیدم. چه؟ او که خودش رفتنی بود. باورم نمیشد. میم رفت. صدا را از درون قصر دیز نیز دوری به چشم ما آمده بود؟ آیا آن نوبت که صدا را اینطوری نه؟ آیا آن نوبت که آیا آن نوبت که صدا را از درون قصر شنیدید نیز نوری به چشم ما آمده بود؟ آن بار صدا را شنیدم، اما به یاد نمی آورم که نوری هم همراهش بوده باشد. حالا تو بگو، آیا شما گفته بودید که برای ما داوری در مورد شما کاری پر مخاطره خواهد بود؟ آیا شما گفته بودید؟ اینطوری نه. آیا شما گفته بودید؟ قشنگ بگو. آیا شما گفته بودید که برای ما داوری در مورد شما کاری پر مخاطره خواهد بود؟ نه خیلی بابا جدیه. از داوری ناشایست در حق من به هراسید. وظیفه من یادآوری این نکته است. حالا بگو، ولی برای ما خطر کدام است؟
ولی برای ما خطر کدام است؟ کدام است؟ حالا نخندین جدیه. اه نخندین. بیا من رو ببندیم ببینم. بیا بیا تو اینو بگیر اینجا. صدا به من نوید داد که از این محاکمه پیروز بیرون خواهم آمد. گفت که برچه آنان میکنن تسلیم باش. اینقدر صرف نکش. از شهادت حراسی به دل راه مده. شهادت رنجیش که در زندان میبینیم. آیا دردی بالاتر از این هم وجود دارد؟ من چشم به راه فیض خدای خود هستم. بزن دیگه. بزن آتیش بزن. آتیش بزن دیگه. آتیش بزن. حتی اگر روح از بدنم جدا کنید دیگر چیزی از من نخواهید شنید. این چه خاله او آتیش چیه؟ باز کن سری احمق دیگه نبینم با آتیش بازی میکنی ها. آقا شما واقعا به میم علاقه داشتین؟ بله راسته که به میم گفتین سال دیگه میام سال دیگه میام و هیچ وقت نرفتین؟ بله کتاب آخرتون درباره چیه؟ و هر جا می نگرم درختی رنگین می بینم که چون شاهزاده خانومی آینه به دست محو تماشای خودش ایستاده و آن پرسش اساسی ابدی را تکرار می کند. آینه بگو زیباترین زن دنیا کیست؟ بهترین، بزرگترین، هنرمندترین. انباشته از تپش و نجوا و زمزمه است، لبریز از هیاهوی حیاتی مغرور، همه جز درخت گلابی که با بدنی خاموش و دستهای خالی میان آن همه ولوله و رشد و رویش استاده و گوشش به دهکار به ملامت این و آن نیست.
انگاه شیخ پیریز نشسته در خلوت، متواضع، شکیبا و شکر گذار. هوشیار است و به تماس انگشتان من پاسخ می دهد. این درخت حرفی پنهانی دارد و با من در نجواست. به شاخه همین درخت بود که مادر بزرگ پشه بندش را می بست و در کنار همین درخت بود که پدر به نماز می ایستاد. برکتش بده، چه باری داده امسا، بل کنید بابا مای، بخورید. ببینید چه گلابی آب دارم. نه شوگلا، بابا یه دونه از اون دروش آب دروش رو بپایید. بگیر اومد. بله بله. بفرمایید بفرمایید. خب حالا جایا عالیه. کت خدا میگفت این درخت دوباره بار خواهد داد به وقت مناسب. فعلا که سکوت کرد و انگار به نظاره جهان خودش نشسته است. بوی خودش را می دهد. بوی تن این پشته از تجربه های غنی و دقیقه های معطر و عشق ها و درد ها و بوی دیگر، بوی کفش های کتونی مین. نگاهم تا دورترین قمر نورانی پیش می رود و مغز محدودم می گوشد تا معنای بی نهایت را حلاجی کند. بی نهایت کهکشان، بی نهایت فضا، بی نهایت هستی و زمانی که آغاز و فرجام ندارد. استاد تبریک، آخرین کتابتون که پارسال چاپ کردید شاهکاره. راسته که نامزد جایزه سال شدید؟
عکستون در مجله‌های خارجی چاپ شده. وطن به شما افتخار میکنه. استاد پیام شما تو کتاب آخرتون چیه؟ آیا هنوز به زیربنای اقتصادی و اتحاد کارگران جهان معتقدید؟ آیا هنوز به عرفان و اشراق و علم حضوری اعتقاد دارید؟ هنوز به کسی یا چیزی باور دارید؟ کجا هستین؟ کجا ایستادین؟ آیا درسته که این روزها فقط به انتها و مرگ میاندیشین؟ خستگی باستانی، خستگی موروثی، ذره ذره از تنم به در می شود. آرامش پربار این درخت به من هم سرایت کرده است. خوبم، خوشم، کجا؟ هیچ جا. نیمه شب است یا نزدیک سحر، نمی دانم. انگار در مکسی خالی میان دو دقیقه پرهیاهو نشستم، میان بی نهایت گذشته و بی نهایت فردا، و نگاهم خیره به عنکبوتی است که صبور و آرام طوری نازک می‌بافد.